من میگم یه نماینده قول میده که من میام این جاده شما رو آسفالت میکنم، این پل روستایی رو میزنم، در زم شیر گاوتم برمیدارم میبرم، کودتم بهت میدم. چه ربطی؟ من دوست دارم که وقتی این نماینده مجلس یه حرف میزنه، این فصل ششم و هفتم، فکر کنم فصل ششم قانون اساسی رو اونجا میخونه، ما بفهمیم این وظیفه نماینده مجلس کجاییه که تو مجلس ختم شرکت بکنه، تو عروسی شرکت کنه، سربازی رو جا به جا بکنه، نمیدونم شیر گاو روستایی رو جا به جا کنه، پل و جاده آسفالتش رو درست کنه. وقتی قسم خورد تو مجلس، اصلا وقتی نماینده شد، مگه نماینده اون شهره؟ نه، نماینده ملت ایرانه. بله. خب چه حرف میزنه؟ این قش در معامله نیست؟ خب بعد این قوره میده، بعد بنا هست بیاد. من حالا دیدم بعضی ها میگن که ثروت و قدرت درسته، قانون های ثروت و قدرت هم اینجاست. این قوره میده، بعد میاد نمیتونه، بعد وقتی لایحه بودجه میاد بود بره با یه جای دیگه ببنده، از یه چیزایی اون وظیفه اصلیش که قانون گذاریه بذاره زیر پا، وظیفه اصلیش که نظارته بذاره زیر پاش، وظیفه بعدیش که اعلام مواضع محکم از جنس شهید مدرسه بود بذاره زیر پاش، که خلاصه ده ها اشکال رو بپذیره در لایه بودجه تا پل روستاش پولش حل کنه. شما فکر میکنید بعد مردم بود بیان به افرادی مثل بنده رای بدن؟ طبیعتا نمیدن. من اینجا یه خواهش از مردم عزیزمون بکنم که خلاصه ضعفای بنده و امثال بنده رو خیلی در موضوعات مهمی مثل انتخابات اینجا با همدیگه تصویر حساب نکنیم. موضوع انتخابات یک موضوعی است که موضوع شخصی نیست، موضوع شهری نیست، واقعا یک موضوع تاثیرگذار برای عزت همه ما. به هر حال انتخابات هم تاثیرات داخلی داره در زندگی شخصی خودمون، که به هر حال ثمرات یک مجلس خوب رو ببینیم با انتخاب خوبمون، یک آثاری هم واقعا برای حیثیت کشور، برای اقتدار، برای عزت کشورمون، برای افتخار کشورمون هست. اگه یه جاهایی هم امثال بنده کوتاهی میکنیم، مردای ما سریع و رضایم حتما اونا هم میبخشن. نمیخوام بگم تحریم، بله تحریم حتما سخته، ما نبود بگیم تحریم هیچی نیست، هیچ اثری نداره. خب اثر داره، میفهمیم تحریم اثر میذاره، ولی باید بدانیم تحریم به میزانی که برای ما تهدیده، به حال من یه مدیر اجرایی، بیشتر از اون برای ما یک فرصته. من مثال دارم روشن خدمت شما عرض کنم. ما یکی از مشکلاتمون در حوزه اقتصاد که پیش نمیریم، وابستگی ما به نفته. آخه ما صادرات انجام دادیم. خب صادرات یعنی همه صادرات ما نفت آلودگی داره. شما اگه نفت ازش بیاری بیرون خالصش کنی دیگه صادراتی نمونه، اینقدر که اصلا بعد با کوچکترین کشورها هم قابل قیاس نیستی. مجلسی که رأی 10 میلیونی داشته باشه با مجلسی که رأی 40 میلیونی داشته باشه به نظر شما چقدر تفاوت میکنه؟ بالاخره مجلس شکل میگیره، ممکنه با 5 میلیون 10 میلیون 15 میلیون باشه، این دو تا به نظر شما تفاوت داره؟ مگه تفاوت داره کجا تاثیر میذاره دکتر؟ تفاوت داره. نگاه کنید، به هر حال وقتی که قدرت نظام اسلامی یا هر قدرتی، حتی در قدرت‌های غیر نظام‌های اسلامی هم، به هر حال پشتیبانی مردم و میزان آراء مردم در هر موضوع اثر گذاره. مثلا این انتخابات واقعا یه جایی که من از مردم خواهش میکنم، میگم به کرده غلط افرادی مثل قالیباف شما نکنید بیاد در صحنه، همین جاست. چرا؟ به هر حال ما در حوزه خارجی دشمنان ما که دشمنان قسم خورده ما هستن، اینا هیچ نشون دادن از اول انقلاب تا الان با ما عناد داشتن. اونا همیشه میخوان به جامعه ما این رو تزریق کنن که شکاف عمیق وجود داره بین حاکمیت و مردم. ما کجاها باید ثابت کنیم این گونه نیست؟ یکی همین جاست. بله بله، خیلی تلاششون اینه.
خیلی تلاشش میکنه. شیوه‌هایی که خیلی هم کاملا حس نمیشه من منظور چیه، ولی از همینجاست که من از مردم بزرگوارمون عاجزانه خواهش میکنم که اگر اشتباهی بنده و امثال بنده کردیم، این رو به بزرگواری خودشون ببخشن و ما هم قول بدیم دیگه اشتباهاتمون رو تکرار نکنیم، با سعی و خطا حرکت نکنیم، بیایم از اساس عزت ملتمون در این شرایط حساس. من این را بگم، شرایط ما هم در حوزه خارجی واقعا شرایط حساسی است، دنیا در نقطه حساسی است. من نمیخوام ساده اندیشی کنم بگم که آمریکا فردا صبح سقوط میکنه، نمیدونم، من خیلی از این بحثای طوری بلد نیستم بگم.